چین و اوکراین کشورهای سنگین وزن بریکسند. میخواهند این سازمان را در بحبوحه تشدید تنش‌های ناشی از جنگ اوکراین و رقابت فزاینده بیجینگ با واشنگتن تقویت کنند. با استفاده از نشست سه روزه جوهانسبورگ در پایتخت تجاری آفریقای جنوبی، این گروه به دنبال توسعه این سازمان با عنوان وزنه تعادل در مقابل غرب هستند. اما اختلافات طولانی مدت در روز اول مذاکرات روز سه‌شنبه دوباره ظاهر شد، با ویژه توسط رئیس جمهور برزیل لوئیس ایناسیو لولا دی سالوا که گفت این گروه نباید به دنبال رقابت با ایالات متحده و اقتصادهای ثروتمند گروه هفت باشد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه از طریق پیام ویدیویی به طور مجازی از سران بریکس و از تلاش‌های آنها برای میانجیگری برای پایان درگیری در اوکراین و رای حل عادلانه از طریق صلح‌آمیز ابراز تشکری کرد. اقدامات ما در اوکراین تنها توسط یک چیز دیکته می شود و آن پایان دادن به جنگی که غرب و کشورهای تحت نفوذ آنها در اوکراین علیه مردم ساکن در منطقه دونباس برا انداختند. ما از همکاران بریکس خود که فعالانه در تلاش برای پایان دادن به این وضعیت و یافتن راه‌های حل از طرق مسالمت‌آمیز و یک رای حل عادلانه سهیم هستند سپاسگزاری می‌کنیم. سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رنگ بوی زده غربی به این گرده همایی داد که سران بریکس امیدوار بودند از آن اجتناب کنند. رئیس جمهور برزیل آقای دی سالوا از استفاده واحد پولی مشترک میان کشورهای بریکس صحبت کرد. ایجاد واحد پولی برای معاملات تجاری و سرمایه گذاری بین اعضای بریکس گزینه های پرداخت ما را افزایش می دهد و آسیب پذیری های ما را کاهش می دهد. چین و آفریقای جنوبی یک دهه پس از ایجاد این سازمان در حال بحث هستند که آیا سازمان را گسترش داده و اجازه ورود اعضای جدید را بدهند یا خیر. مقامات میگویند که بیش از 20 کشور به طور رسمی برای پیوستن به این سازمان درخواست دادند که عربستان سعودی نیز یکی از مهمترین آنها می باشد. در ادامه مذاکرات سه روزه در جوهانسبورگ، سران بریکس پیشنهاداتی را که این سازمان تحت نفوذ روسیه و چین در حال تغییر جهت بر ضد غرب است، رد کردند. سخنرانی پوتین وضعیت در گردهمایی را بیشتر وخیم ساخت. از سوی دیگر سخنرانی رئیس جمهور چین که توسط وزیر دولت به خوانش گرفته شد به اصطکاک اقتصادی امریکا و چین اشاره کرد و نسبت به پرتگاه یک جنگ سرد جدید هشدار داد. این در حال است که این سازمان گاهی اوقات نتوانسته هیچ سیاست منسجمی را اعمال کند، عمدتاً به دلیل اولویت‌های اقتصادی و سیاسی متفاوت اعضای آن و رقابت فزاینده بین چین و هند که یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان و در عین حال یکی از قدرتمندترین اقتصادهای در حال توسعه در جهان می‌باشند. در کنار توسعه این سازمان، اعضای بریکس درباره اتخاذ یک سیاست اقتصادی گسترده نیز صحبت کردند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.